ادامه اعتراضات ایزارکشی. مرد این بار در قندهار دست به این کار زد. افشای حقایق تازه از ماجرای قمرگل طالبکش، زنی که شوهرش را کشت و به نام طالبکش مشهور شد. از بودجه مبارزه با کرونا موبایل و تلویزیون و تخت خواب خریدند. ادامه درگیری بین دولت و طالبان بر سر تصرف معدن لاجورد کرانمنجان. وقوع تیراندازی در پایگاه هوایی آمریکا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. وقوع تیراندازی در پایگاه هوایی آمریکا در فلوریدا. تیراندازی در یک پایگاه هوایی در ایالت فلوریدا آمریکا دست کم یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشته است. با گزارش اسپوتنیک، این تیراندازی از سوی پایگاه آمریکایی هرالد بلفیلد به عنوان اختلال مسلحانه داخلی توصیف شده است. در بیانیه که این پایگاه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، از مرگ یک تن و از زخمی شدن دو فرد دیگر خبر داده است. هویت فرد متوفا ظرف 24 ساعت به اطلاع بستگانش میرسد. افراد زخمی هم به بیمارستان محلی منتقل شده است. دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی آمریکا تحقیقات را درباره این حادثه آغاز کرده است. این تیراندازی که گفته می شود یک تیراندازی داخلی بوده است، در دست بررسی و تحقیق قرار دارد، اما مقامات این پایگاه تاکنون مشخصات افراد درگیر این تیراندازی را که اواخر شب جمعه رخ داده است را اعلام نکردند. در این حال دکتر فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: ادامه اعتراضات ایزارکشی. گفته می شود مرد این بار در قندهار بر رسم اعتراض یخن دریده و تلاش به کشیدن لباسهایش کرده است. افشای حقایق تازه از ماجرای قمرگل طالبکش. با گذشت چند روز از کشته شدن دو عضو گروه طالبان به دست دختر جوان در غور، حقایق تازه از این ماجرا افشا می‌گردد. با گزارش اسپوتنیک، قمرگل دختر 15 ساله از ولایت غور چند پیش با کشتن دو جنگجوی گروه طالبان به شهرت رسید و محمد اشرف غنی از شجاعت او در کابینه یاد کرده و او را به کابل خواست. جنگجویان طالبان نیمه شب مادر و پدر او را به دلیل موقعیت اجتماعی و همکاریش با حکومت کشتند. این دختر جوان غوری گفت که او به همین دلیل دو مهاجم طالبان را با تفنگ کشته است. اکنون پس از بررسی محل حادثه گفته می شود که یکی از مهاجمان طالبان شوهر قمرگل بوده است. شوهر او جنگجوی گروه طالبان بوده که شبانگام بالای خانواده پدر قمرگل حمله می کند و پدر و مادرش را برگبار می بندد. منبعی که به دلیل حساسیت های اجتماعی نمی خواهد نامش فاش شود گفته است: ساحه که این اتفاق افتاده زیر حاکمیت طالب نبوده، زیر حاکمیت حکومت بوده است. طالب ها ساعت یک شب آمدند که این دختر را با پدر و مادرش اختطاف کنند، چون سابق هم یک قضیه داشتند. قمرگل خانم او یعنی نعیم عضو گروه طالبان بوده است. نعیم به دولت شکایت نکرده آمدند، ساعت یک به قریهشان تجاوز کردند. قمرگل پیش از این گفته بود که شوهر ندارد و پدرش معلول و بزرگ قومی است، اما دفتر والی غور با انتشار خبرنامه شاگل پدر قمرگل را مامور پلیس محلی خوانده است، چیزی که ولسوال تیوره آن را نادرست می داند. منبع گفته است که قمرگل دو سال پیش با این عضو گروه طالبان ازدواج کرده و یک ماه بعد به خانه پدرش آمد و دیگر برنگشت. با گفته این منبع، شوهر قمرگل نتوانست همسرش را ببرد چون پدر قمرگل نفوذ اجتماعی داشت. او به همین دلیل عضو گروه طالبان شد تا به زور همسرش را ببرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که نیمه های شب پنجشنبه شب
شش سرطان جنگجویان طالبان به خانه قمرگل در ولسوالی شهرستان تیوره غور حمله کردند و پدرش را گلوله باران کردند. مادر این دختر جوان که در تقلای نژاد شوهرش بود نیز توسط طالبان کشته شد. گفته شده است که این دختر جوان با کشتن طالبان حبیب الله برادر 12 سالش را از مرگ نجات داد و از خانهش در برابر هجوم آنان حراست کرده است. پس از آن اعلام شد که رئیس جمهور غنی قمرگل دختر قهرمان ولسوالی تیوره را به همراه برادر خردسالش جهت تحفیز مدال افتخار تنها زن قهرمان کشور به کابل فراخوانده است. مقابله با طالبان و کشتن 2 تن از افراد این گروه توسط قمرگل عامل خبرساز شدن این حادثه در بین مردم و بخصوص جوانان کشور شد. در این حال مردم و فعالان فضای مجازی در افغانستان قمرگل را نمونه بارز قهرمانی و شجاعت در بین زنان افغان توصیف نمودند. از بودجه مبارزه با کرونا موبایل و تلویزیون و تخت خواب خریدند. مسئولان اداره بازرس میگویند که یافته های این اداره نشان می‌دهد که در مصرف بودجه مبارزه با کرونا مشکلات جدی وجود داشته است. طبق یافته های این اداره در برخی ولایات تجهیزات صحی چند برابر قیمت از بازار خریداری شده و یا از بودجه مبارزه با کرونا لوازم غیر ضروری از جمله موبایل و تلویزیون و تخت خواب خریداری شده است. غزال حارس رئیس اداره بازرس امروز شنبه 4 اسد در یک نشست خبری یافته های این اداره را در مورد اختلاس در مورد بودجه مبارزه با کرونا و قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعی را ارائه کرد. خانم حارس گفت که یافته های این اداره بازرس نشان می دهد که در مصرف بودجه مبارزه با کرونا از سوی وزارت صحت عامه مشکلات جدی وجود داشته است. به گفته او این وزارت با ضعف جدی مدیریتی در برخی ولایات مواجه است. طبق گفته های خانم آرس از بودجه مبارزه با کرونا موبایل تلویزیون 75 انچ تخت خواب و لنز کامره خریداری شده است. رئیس اداره بازرس افزود که در برخی ولایات لوازم و تجهیزات صحی چند برابر قیمت بازار با هزینه های گزاف خریداری شده است. او یادآوری کرد که در ولایت لوگر یک آلای تبسنج به قیمت 91 هزار افغانی خریده شده است. خانم حارس با اشاره به گزارش خبرگزاری پژواک مبنی بر قاچاق دستگاه های ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی به پاکستان گفت که یافته های اداره بازرس وجود 56 دستگاه از 63 دستگاه ونتیلاتور کمک شده را تثبیت می کند و بقیه دستگاه ها زیر بررسی است و تاکنون تثبیت نشده است. پژواک مدعی شده بود که 32 دستگاه کمک تنفسی که به افغانستان کمک شده به پاکستان قاچاق شده است. رئیس اداره بازرس قاچاق دستگاه های کمک شده به پاکستان را منتفی دانست، اما در عین حال افزود که آمار دقیقی از ونتیلاتورهای وزارت صحت عامه موجود نیست و از امین رو قاچاق ونتیلاتور به پاکستان را نمی شود رد کرد و این موضوع زیر بررسی است. اخیراً روزنامه 8 صبح نیز با گزارش تحقیقی نیز مدعی شده بود که 800 میلیون افغانی از پول اختصاص یافته به خاطر توزیع نان خشک در شهر کابل از سوی مسئولان شهرداری اتحادیه مواد ارتزاقی و خبازان شهر کابل اختلاس و از زیر نام دستمزد حیف عمل شده است. شهرداری کابل این گزارش را رد کرده، اما رئیس اداره بازرس با بیان این که فساد و اختلاس در بودجه های اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا وجود داشته می گوید که گزارش 8 صبح زیر بررسی است. ادامه درگیری بین دولت و طالبان بر سر تصرف معدن لاجورد کران و منجان. درگیری نیروهای دولتی و طالبان بر سر تصرف معدن لاجورد کران و منجان در ولایت بدخشان وارد روز 3 شد. روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که گروه طالبان 3 روز پیش از چندین جناح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان حمله کردند. روحانی افزود که درگیری ها بین نیروهای امنیتی و طالبان که پس از حمله این گروه آغاز شده بود تاکنون جریان دارد.
سخنگوی پلیس بدخشان افزود که نیروهای کمکی و ساحه اعزام شدند و در حال حاضر درگیری در منطقه منجان بین دو طرف ادامه دارد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.